به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام بر شما عزیزان هموطن. امیدوار هستم صحتمند و سر حال باشین. 29مین سال روز شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری را خدمت همه شما تسلیت عرض میکنیم. مزاری برای هزارها یک فرد تکرار ناپذیر است و یک چهره ماندگار. در واقع هزارها را میشود با مزاری شناخت در شرایط فعلی و همچنان مزاری را با هزارها، یک پیوند عمیقی که هرگز در تاریخ از همدیگر جدا نخواهد شد. شهید مزاری برای هزارها فهمان که شما هم هر کار را اگر بخواهید میتوانید انجام بدید. شما توانایی دارید، به اینها هویت بخشید، بر اینها غرور داد و به آنها فهمان که شما مستحق جوالگر نیستید، مستحق دخیل بودن در تمام قضای افغانستان هستید. البته استاد مزاری این موضوع را نه تنها برای هزارها تلقین کرد، بلکه برای دیگر اقوام تحت ظلم و شکنجه و تبعیض هم فهمان و با آنها در واقع مسیری را باز کرد که آنها هم دادخواهی بکنه و هویت خواهی بکنه. نمونه بسیار واضح ایشان ازبک ها هستند و همچنان دیگر اقلیت ها در افغانستان که استاد مزاری در راستا کارهای زیادی هم انجام داده است و هزارها هرچند که تاریخش گوهمندی دارد، ولی یکی از فضل های زرین آن مقاومت شهید مزاری در غرب کابل است و مردم هم نسبت به مقاومت غرب کابل یک حساسیت خودی همیشه وقت از خود نشان میدهند. اما 29 سال پیش در چنین روزی طالبان در پی یک معامله ننگین، با وجودی که وعده داده بودند که بشینیم با همدیگر صحبت بکنیم، مشکل افغانستان را حل بکنیم، گفتگو صورت بگیره، ولی متاسفانه شهید مزاری را شهید کردند، هم به صورت ناجوان مردانه. اما حالا پس از شهید مزاری ما ماندیم و میراث آن مرد بزرگ که متاسفانه فکر میکنم تا حدی نتونستیم پاسداری از میراث آن بکنیم. اما موضوع بحث ما امروز بیشتر پیرامون شهید مزاری و هویت خواهی هستن و همچنان مسئله حقوق زنان که در این وقت هم بسیار بسیار داغ هستن، ولی شهید مزاری در اون زمان این موضوع رو مطرح میکردن با وجودی که خودش یک ملا بودن، ولی خب اون ملا کجا و این ملاهایی که امروز در افغانستان حاکم هستن کجا؟ برای بحث بیشتر ما هادی میران با خود داریم، امی لحظه از طریق اسکایپ با ما هستن از اروپا. خدمت آقای میران هم سلام تقدیم میکنیم. از شاعران ناماشنای ملت ما و از جمله نویسندگانی که همیشه وقت دوستا شاید نوشته هایشان را در جاهای مختلف خوانده باشم، اما خب بیشتر آقای میران را میران دوستا با شعرهایشان میشناسن. آقای میران سلام بر شما، سال روز شهید وحدت ملی را تسلیت عرض میکنیم. من به عنوان اولین پرسش میخوام شما بپرسم که البته شاید تکراری هم باشه، اصلا ما چرا باید از مزاری یاد بکنیم؟ چرا باید از مزاری تجلیل بکنیم؟ خیلی ها توی رو مرده پرستی میدانند و میگن که تأثیری بر ما نداره. سلام و وقت شما بخیر و از این طریق برای بینندگان برنامه شما سلام تقدیم میکنم. آرزوی سلامتی دارم برای تمامی کسانی که صحبت های ما و شما را میشنوه و میبینن. ببینید آقای مزاری فعلا یک شخص نیست و با توجه به فداکاری هایی که شهید مزاری در یک دوره استثنایی از تاریخ افغانستان و سرنوشت مردم ما برای مردم ما انجام داد، او فعلا به یک راه، رویش، اندیشه و مکتب فکری تبدیل شده است. فعلا ما وقتی از شهید مزاری صحبت میکنیم، در واقع از راه و رویشی صحبت میکنیم که برای تحقق عدالت اجتماعی، برای برقراری صلح و امنیت و برای مشارکت هزاره ها در قدرت سیاسی و در ساختار تصمیم گیری افغانستان نام برده میشه. بنابراین صحبت از مزاری در واقع صحبت از یک اندیشه و تفکر غالب هست که در سایه تفکر عدالت اجتماعی، برابری و آسایش و امنیت در افغانستان تحقق پیدا میکنه. دقیقاً آقای میران گرامی، وقتی تاریخ میخوانیم، حتی از تاریخ هم اگر بگذاریم، با پدر بزرگ ها اگر صحبت کنیم، قالشان بنشینیم، هزارها را
همیشه وقت به عنوان جوالی یاد میکردن و حتی تنه هم میدادن، هرچند که کار کردن و زحمت کشیدن جای افتخار است نه تنه شنیدن. اما خب برای ما گفته میشد که شله تان خورده پرده تان را بکنید. اما شهید مزاری آمد برای هزاره ها غرور داد و برای هزاره ها فهمان که شما کسی هستین و برای هزاره ها فهمان که شما حق دارین مثل همه. شما میتونید رئیس جمهور باشین، میتونید شما نخست وزیر باشین، شما میتونید وزیر باشین، وکیل باشین، حتمی نیست که شما باید جوالی باشین. اما با وجودی که کس تصور هم نمیکرد در یک فاصله کوتاه زمانی مشاهده هستیم که هزاره ها متحول شد. چی فکر میکنین این تحول بزرگ با وجود ساعتها و قرنها سال ترکوب چیگونه محقق شد؟ ببینید هزاره ها در افغانستان تاریخی بسیار خونبار و پر از غم و غصه و مصیبت داره. بعد از اینه که جنگ تمام عیار علیه نابودی هزاره ها در سال 1893 میلادی به دستور امیر اون زمان امیر عبدالرحمن خان آغاز شد، هزاره ها در خلال این جنگ به کلی نابود شد. در حدود بیشتر از 70% هزاره ها که حالا از 60% یاد میشه، اما بیشتر از 70% هزاره ها نابود شدن. فیض محمد کاتب در سراج التواریخ نوشته میکنه که 400 هزار خانواده هزاره در اثر از جنگ نابود شد، یعنی کاملا از افغانستان نابود شدن، یا کشته شدن یا آواره شدن یا هم به اسارت رفتن. خب یک فاجعه بسیار عظیم و یک مصیبت بسیار سنگین بر سرنوشت هزاره ها بود. بعد از نابودی یک پروسه به نام انسانیت زدایی که در مفهوم اکادمیک از او دی هومنایزیشن یاد میکنن بر هزاره ها تحمیل شد و این پروسه انسانیت زدایی هنوزم که هنوز است نشانه هایش در مناسبات اجتماعی برقرار است و عملا ما او را میبینیم. با توجه به این مصیبت سنگین هزاره ها سالهای بسیار سخت، دشوار و پر از رنج و مصیبت در افغانستان سپری کردن و من مطمئن استم اگر هر قوم و قبیله به جای هزاره ها می بود امروز هیچ نام و نشان و اثر از اونها نمی بود. ولی خب به دلایل مختلفی که فعلا در این بحث گنجایش نداره هزاره ها مقاومت کردن. خب به هر حال در برابر تمام فشار و مصیبت و بدبختی و تبعیض و عصبیتی که بر آنها اعمال شد هزاره ها زنده ماندن. بعد تحولات سیاسی در افغانستان یک دو گسست مهم در سرنوشت یا در تاریخ سیاسی افغانستان ایجاد کرد که یکی دوره امان الله خان بود. در دوره امان الله خان حکم بردگی هزاره ها لغو شد، یعنی تا اون زمان هزاره ها به عنوان برده در بازارهای آدم فروشی خرید و فروش می شد و هر کس می توانست 10 نفر، 5 نفر، 6 نفر کمتر زیادتر بخره بفروشه مثل حیوانات، مثل اجناس. در زمان امان الله حکم بردگی لغو شد، یک گسست بود در تاریخ سیاسی افغانستان و یک تحول بسیار مهم بود در سرنوشت هزاره ها. بعد از او در دوران حزب دموکراتیک افغانستان که گسست بسیار مهم در تاریخ سیاسی افغانستان بود، هزاره ها برای اولین بار به عنوان انسان شریک در سرنوشت سیاسی افغانستان به رسمیت شناخته شدند. حالا که متن و محتوای نظام چگونه بود خب ما بحث نداریم، اما اتفاقی که در مورد هزاره ها افتاد، هزاره ها برای اولین بار در ساختار اداری و نظامی دولت حضور پیدا کرد و به ایمان انسانیتشان به رسمیت شناخته شد. بعد از اون تحولی بسیار مهم در پیروزی مجاهدین هست.
وقتی که مجاهدین به پیروزی رسید در کابل، حکومت اسلامی برقرار شد، نگاه سیاسی دولت اسلامی در واقع ادامه همان نگاه و برداشت و باور حکومت های گذشته افغانستان نسبت به هزاره ها بود. و در این زمان آقای مزاری اولین کسی بود که از میان تمام دشواری های افغانستان با تحمل تمام دشواری ها صدا بلند کرد و قامت برافراشت و بلای اولین بار در تاریخ سیاسی افغانستان صدا بلند کرد و گفت که ما میخواهیم که هزاره بودن جرم نباشد و ما میخواهیم که همگی در ساختار اداره افغانستان سهیم باشد و اقوام افغانستان به تناسب شعای وجودیشان در اداره افغانستان سهیم باشد و هزاره ها هم به تناسب ساختار حضور فیزیکی یا شعای وجودیشان در تصمیم گیری کلان سهیم باشد. و متاسفانه خوبی صدا در اون زمان با توپ و تانگ و گلوله پاسخ داده شد و اما چیزی که از شهید مزاری به یادگار ماند او یک فصل نوینی در سرنوشت سیاسی هزاره ها و تمام اقلیت های محروم بود که آقای مزاری برای بازسازی شخصیت ویران شده هزاره ها و برای مشارکت هزاره ها در ساختار سیاسی افغانستان قدم به میدان گذاشت و در این راه هم قربانی شد و به همین دلیل مزاری در میان هزاره ها برای همیشه ماندگار هست و هر روزی هم که از زمان میگذرد بیشتر اهمیت مزاری و جایگاه مزاری در میان هزاره ها برجسته و ماندگارتر میشه. دقیقاً مهران گرامی، میخوایم یک این نکته بیشتر رویش بپردازیم. شما اشاره کردین که شهید مزاری اولین کسی بود که در زمان مجاهدین، حکومت مجاهدین، در حالی که هزاره ها حتی حساب نمیشدن و مثل برده حتی رویشان حساب باز میکردن، نه بیشتر از او، و حتی جناهای نشست پشاور پیش از اینکه حکومت تشکیل بده مثل همین نشست دوحه گفتن ما در مورد هزاره ها و در مورد زنان بعدن گپ میزنیم. دقیقاً چیزی که در دوحه تکرار شد و حالا هم ما در اون شرایط به سر میبریم. اما در اون زمان مزاری توانست این موضوع رو مدیریت بکنه و اونطوری که شما گفتین مزاری میخواست که هزاره ها باید مطرح شه و در مشارکت سیاسی داخل باشه و در مسائل سیاسی مشارکت واقعی داشته باشه. همون گونه هم شد. ما شاهد بودیم که کسانی که اصلا حساب نمیشدن بعدن برایشان پیشنهادی چوکی های البته نمایشی داده شد که شاید مزاری قبول نکردن. سفیران و نمایندگان کشورهای مختلف حاضر بودند که در بامیان یا در غرب کابل برای دیدن شهید مزاری بروند یا همچون هیئتی از احزاب سیاسی که هزارها در اول قبول نداشتن بعدن میرفتن. ما در اون زمان چطوری تانستیم با مدیریت شهید مزاری خود به اون جایگاه بیرسانیم ولی امروز چرا ما نمیتونیم خود در اون جایگاه بیرسانیم؟ چرا در اون جایگاه نمیبینیم؟ ببینید چند خصوصیات بارزی که شهید مزاری داشت متاسفانه و خصوصیات در منش، در رفتار، در الگوهای فکری رهبران یا مدعیان رهبری معاصر ما نیست. شهید مزاری انسان بسیار تیزهوش و در این حال با جرأت و جسارت فوق العاده بود و برعلاوه اینها انسان بسیار پاک نفس، متعهد و تشکیلاتی بود و برای اونچه که باور داشت از هیچ گونه فداکاری و تلاش دریغ نمی ورزید و دلبستگی های زندگی به مادیات و آرامش و آسایش زندگی هیچ گونه علاقه و دلبستگی نداشت. به همین دلیل یک استثناء بود. فهم بسیار دقیق و جامع از سرگذشت تاریخی هزاره ها در افغانستان و از تحولات تاریخی در افغانستان داشت. به همین دلیل تا اونجایی که من به خاطر دارم
در چند نوبتی که ما خودم شاهد بودیم، جسارت و شهامت مزاری در برخورد با حوادث و رخدادهای سیاسی و همچنان در برخورد با افرادی که نگاه تحقیرآمیز نسبت به زاره ها داشت بسیار استثنایی بود. در پشاور یک جلسه بود قبل از اینکه مجاهدین به کابل بیاید، من به نظر سال 1369 بود یا 70 بود، من دقیق یادم نمانده ولی در همین سال بود، آقای مزاری از ایران به پشاور آمده بود، در اونجا با رهبران مجاهدین هفتگانه جلسات متعدد داشت، جمله در یک جلسه با آقای مولوی خالص روبرو شد و در اونجا صریح به مولوی خالص گفت شما چطور جرأت و جسارت دارین که جمعیت میلیونی هزاره ها را در افغانستان به 3% تقلیل بخشین، شما چی کاره هستین؟ این صحبتی بود که در اوجه های اخلاقی و فکر کنم که دو نفر دیگه هم شاهدی صحبت بود، بعد با پادرمیانه استاد ربانی اینا خودی مشاجره بالاخره کنترل شد و همین گونه در جاهای مختلف این جسارت از آقای مزاری بسیار به صورت جدی نشان داده شده و معنای از این جسارت است که آقای مزاری هم تعهد داشت و هم جسارت داشت و هم برای تعهد خود آماده خودگذری و فداکاری بود. با توجه به او تعهد و با توجه به او جسارت و فداکاری، بعد از شهادت مزاری هیچ کسی از مدعیان ادامه راه مزاری در اون جایگاه قرار نگرفت و او تعهد و جسارت و شهامت به هیچ عنوان حتی در کوچکترین سطح هم به نمایش نگذاشت و این مشکلی است که ما بعد از مزاری برای سالهای طولانی امیدواریم در آینده ها کسی پیدا شود که بخشی از شهامت و جسارت استاد مزاری داشته باشه، ولی انشالله در نوای مزاری مواجه هستیم. دقیقاً آقای استاد میران، شهید مزاری یک ملا بود و اتفاقا ملایی بود بسیار هم پابند به ارزش‌های اسلامی. من صحبت های زیادی در افغانستان با اشخاص عام داشتم که با شهید مزاری برخوردهای داشتن و از ایمانداری او سخن میگفتن، در حالی که او هم دین را میخواستن و هم ملا بود و از سوی هم طرح‌های را در او زمان داشت که هم او زمان مورد تایید حاکمان نبود و هم همین حالا مورد تایید حاکمان فعلی نیستن. حالا از طرح فدرالیزم و چگونگی سیستم حکومت داری که بگذاریم و همچنان حق‌خواهی و هویت‌خواهی برای ملیت‌های تحت ستم، موضوع زنان بود. شهید مزاری به صراحت میگه زن حق انتخاب شدن دارد و حق انتخاب کردن دارد، یعنی فراتر از موضوع تحصیل و کار میره. اما بزرگترین سوال اینجاست که چرا این همه تفاوت بین شهید مزاری و این همه ملاهای دیگه هست؟ خب شهید مزاری واقعا چیگونه یک فرد بود که توانست هم طور رفتار بکنه که به قول خودش از دایره دین خارج نشوه و هم بتونه جامعه رو به رفاه برسانه و از کاروان علم و دانش پس نمانیم؟ ولی متاسفانه طرحهایش نادیده گرفته شدن و زن و هنوز هم خانه نشین هستن و زندانی کنج خانه. بدون شک شهید مزاری یک عالم دینی بود و تحصیلات دینی داشت، یعنی در حوزه علمیه درس خوانده بود، اما یک سیاستمدار کاملا واقع‌گرا بود و در این حال رخدادهای سیاسی و تاریخی افغانستان درست و دقیق مطالعه کرده بود، میدانست در افغانستان چی گذشته، رفتار سیاسی، بنمایه های رفتار سیاسی در افغانستان بر چی مبنا استوار هست و مشکلاتی که هزارها در افغانستان به او گریبانگیر هست
ریشه هایش در کجا هست، عواملش در کجا هست. اینا مسائلی بود که شهید مزاری فهم بسیار دقیق و در این حال منطقی از این مسائل داشت. بنابراین آرامش افغانستان و امنیت، تامین امنیت و تامین آسایش مردم افغانستان از دیدگاه شهید مزاری در تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان میشه جستجو کرد. زمانی که در کابل مستقر شد و اختلافات و جنگ‌های داخلی شدت گرفت، چیزی که در تمام رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های داخلی از زبان شهید مزاری بیرون شد، او تحقق عدالت اجتماعی و نظام برخواسته از آراء مردم و همین گونه مشارکت عادلانه تمام اقشار ملت در ساختار سیاسی بود که یک بخش از این مشارکت متوجه حضور زنها می شد. استاد مزاری جهان معاصر را می شناخت. اینطور نبود که با تحولات جهان و با اندیشه های سیاسی در جهان بیگانه باشه. ارتباط خیلی فکری نزدیک با تحولات سیاسی جهان داشت و همین گونه وقتی بحث فدرالی را به عنوان یک مکانیزم مدیریتی مناسب با شرایط افغانستان مطرح کرد، بعد پیشنویس قانون اساسی فدرال هم رویش کار کرد، کسان را موظف ساختن که پیشنویس را تهیه کنند. جناب استاد دانش هم فکر کنم در همین زمینه فعال بود. بعد همه اینها بیانگر این واقعیت است که شهید مزاری هم رابطه خیلی نزدیک با تحولات جهان داشت، یعنی شناخت از تحولات جهان داشت و هم تاریخ و رخدادهای سیاسی افغانستان درست مطالعه کرده بود و به همین دلیل دوای درد مردم افغانستان در تحقق نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی میدانست و از همین رو تا زمانی که به شهادت نرسید، صدا و فریاد و سخنهایش از تحقق عدالت اجتماعی، از مشارکت عادلانه مردم، از مشارکت زنان و از تحقق الگوهای عملی برادری و برابری در افغانستان. دخن استاد میران عزیز، من خیلی خوشحال شدم که امروز با شما صحبت داشتم. شاید موضوعی باشه که من نپرسیده باشم و شما بخواین که را با دوستا در میان بگذارین در سالیاد شهید مزاری، چون هرچند شاید شما در اون زمان همه چیز شاید به خاطر نداشته باشون، شاید جوان بودین در اون زمان، اما خب حداقل مثل ما تاریخ از دیگران نشنیدین، یک بخش تاریخ حداقل در چشم خود دیدین اون چی که امروز میگذشته. خوشحال میشم که شما اگر موضوعی را من نپرسیده باشم شما بخواین به دوستا بگین بیان کنید. خواهش میکنم. خب برای گفتن از شهید مزاری بسیار زیاد حرف وجود داره، با توجه به اینکه 29 سال از شهادت این بزرگمرد تاریخ ما میگذره و بسیار زیاد در ارتباط با شخصیت، با کارکردها و با تأثیرات کار استاد مزاری در حوزه سرنوشت هزاره ها و در کل افغانستان صحبت شده، ولی من نقطه اشاره میکنم که به او فکر کنم یا پرداخته نشده یا من متوجه نشدیم یا پرداخته شده کمتر پرداخته نشده. شهید مزاری یک کار بسیار ماندگاری که در سرنوشت هزاره ها انجام داد و تأثیر او در سرنوشت هزاره ها برای همیشه و برای ابد ماندگار است، و عبارت از این است که تلاش های شهید مزاری، فداکاری و تعهد و شهامت او در پیوند با سرنوشت هزاره ها شخصیتی و ایران شده انسانی هزاره ها را بازسازی کرد. هزاره ها در 130 سال پسین
در یک پروسه بسیار پرهزینه و در این حال سنگینی انسانیت زدایی یا دیهیومنایزیشن قرار گرفتم که هزاره ها را به عنوان اشیا و در ردیف حیوانات تقلیل بخشیده بود. یعنی هزاره ها همشأن انسانی بقیه اقوام در افغانستان نبود، دیگر ها از مناسبات برقراری مناسبات با هزاره ها خودداری میکرد، از خویشاوندی با هزاره ها نفرت داشت و هنوز این نفرت متاسفانه سر جایش باقی است. هزاره ها مورد تبعیض لجام گسیخته و وحشیانه نظام سیاسی و نگاه تبعیض‌آمیز اقوام غیر هزاره قرار داشت. شما نمونه های زیر حتما در همین حال هم تجربه میکنید یا برحال شدید. اینها مصیبت بود که هزاره ها با او دست پنجه نرم میکرد و شخصیت انسانی هزاره ها و کرامت انسانی یا همونکی من دیگنیتی هزاره ها از هزاره ها گرفته شده بود. آقای مزاری با جسارت، با شهامت، با حرکتی که انجام داد این شخصیتی و ایران شده را بازسازی کرد و امروز هزاره ها در عرصه های مختلف با جسارت بهتر و با خودباوری بهتر و با اعتماد به نفس بهتر فعالیت میکنه، ظاهر میشه و ما شاهد درخشش هزارها در عرصه‌های مختلف هستیم. البته یک نکته را در نظر داشته باشیم، تعلق قومی، تباری، نژادی ارزش نیست. این یک چیزی ارزش ذاتی نداره. مثلا ما هزاره باشیم ارزشمندتر نسبت به کسانی باشیم که تاجیک هستن، تاجیک باشیم ارزشمندتر از نظر ذاتی، ارزشمندتر به پشتون باشیم یا پشتون باشیم ارزشمندتر از بقیه باشیم. انسان ها همه انسان هستند، متعلق به خانواده بشری هستند. هیچ قومی نسبت به قوم دیگری ارزش بیشتر یا کمتر نداره، همه با هم برابرند. اما وقتی که هویت یک قوم به عنوان نماد تحقیر و به عنوان نماد اعمال تبعیض یا آدرس اعمال تبعیض برگزیده میشه، بنابراین بازسازی شخصیت انسانی و کرامت انسانی و در واقع تلاش برای بازسازی و تجدید کرامت انسانی یک جامعه انسانی است. دقیقا شهید مزاری کرامتی و ایران شده انسانی هزاره ها را بازسازی کرد و تجدید کرد و بنابراین او کار و نام و جایگاه تاریخی که در میان هزاره ها و در میان تمام عدالت خواهان افغانستان داره برای همیشه ماندگار خواهد. دقیقا تشکر. خیلی خوشحال شدم آقای میران عزیز. تشکر میکنم از دوستانی که تاییدن با ما و شما همراه بودن. بار دیگه هم سال روز باز هم سال روز شهادت شهید وحدت ملی را من تسلیت میگم. هرچند که من فکر میکنم در این وقتا به جای تسلیت گفتن باید بیشتر پرداخته شود به خیلی مسائلی که نیاز هستن و امیدوار هستم دوستا در هر نقطه از دنیا که هستین در سالیت های شهید وحدت ملی شرکت بکنید. تشکر از آقای میران و تشکر از شما دوستان گرامی. خدا نگهدارتان باد.